سیمین صبری روانپزشک و فعال سیاسی همراه ما هستند. درباره همین کنفرانس اهداف و مسائلی که در آن مطرح شد به شب ما بگید. سلام عرض میکنم خدمت شما. بله، 24 در واقع 21 فوریه هر سال روز جهانی زبان مادری است که امسال به چهارشنبه میفته و ما برای اینکه خب به روزی این بزرگداشت این روز رو بندازیم که دوستان بیشتری بتونن در اروپا به خصوص به ما بپیوندن، از ملیت‌های مختلف رنگارنگ، از کردها، از بلوچ‌ها، از عرب‌ها، از ترکمن‌ها، هم در بخش علمی این برنامه نامه بخش پژوهشی که ما از واقعا پژوهشگرانی چون آقای دکتر امیرکلام که در دانشگاه مک‌کیل کانادا در واقع در این رشته عذرخواهی میکنم در این رشته به اصطلاح سابقه بسیار طولانی دارن به ما پیوستن و همین که آقای دوستان دیگری هستند که در این کنفرانس از خانم های پژوهشگر مثل نگار گلکار از کانادا به ما پیوستن که ازشون تشکر میکنیم در بخش و بعضی روایت های خودشون داشتن از نداشتن و از محرومیت به زبان مادری به ما سخن گفتن، یعنی دوستان دیگری بودند که ما متنوع بودن. در بخش هنری هم خواستیم که یک سمبولی از فردای ایران رو نشون بدیم که در واقع اجازه بدین من مشکل دارم با بله دوستان دیگه بودن که در واقع در بخش هنری این برنامه با ما بودن با موسیقی فولکلور خودشون و موسیقی که الان دارین از خوش من میشنویم. من در یک اتاق موسیقی هستم میخوان در با دانسای زیبای خودشون حتما باز با شما خواهیم بود. خانم صبری، به انتهای برنامه رسیدیم. متشکرم. سیمین صبری روانپزشک و فعال سیاسی.